تقریبا میتونم بگم بی‌نظیری به موهبت بی‌نظیری به من عطا فرمود که در خدمت جمعی باشم که واقعا شایسته بهترین خدمات هستند. جامعه کارگری بازنشستگان عزیز بیش از نصف جمعیت کشور جناب آقای دکتر عبدالملکی بیمه شورای تامین اجتماعی هستند. به یه نوعی بخشی از خدمات مهمشون رو از اینجا میگیرم. لذا ما خوب کار میکردیم یا بد کار میکردیم، هر دو بر زندگی بیش از نصف جمعیت کشور اثر داشت، هم در حوزه درمان، هم در حوزه مستمری، هم از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، بیمه بیکاری و همه مسائلی که به متفرقه ها کمک‌های کوتاه مدتی که انجام داشت. این اهمیت این سازمان رو نشون میده. یه تفاوت اساسی هم داره با بقیه جا، این که درآمد هزینه است، این که دستش در جیب دولت نیست، یک جایی بالاخره منابع دولتی وصول میکنه و رو هزینه کرد میخواد برنامه‌ریزی رو بکنه، ولی اینجا نه، اینجا ما ذره ذره این پولی رو که سر ما باید خرج میکنیم به تقریبا معادل یک سوم کل بودجه کشور هست، باید از حدود 14 میلیون نفر وصول کنیم مالیات، بخش عمده اون چیزی که وصولی حق بیمه است. از همون ابتدا عرض کردیم که اینجا وزارت مردم هست به جهت اینکه بیشترین سطح تماس رو با حوزه‌های معیشتی و رفاهی مردم این وزارت خونه داره. قطعاً در این تعامل با مردم بیش از 50% از اتفاقات در این سازمان میفته، سازمان تأمین اجتماعی. من به تأمین اجتماعی خیلی عرق دارم، برای اینکه پدر خودم اولین ورودش به دولت سال فکر می‌کنم 49 از همین سازمان تأمین اجتماعی بود و لذا اینجا رو به نوعی ما خونه خودمون و در واقع جایی که پدرمون اینجا کار کرده و خدمات رسانی کرده میدونم. خدا رو شکر میکنم که در تمام این سالهای بعد از انقلاب به خصوص سالهای اخیر که انصافاً اتفاقات خوبی افتاده، این سازمان جزو سازمانهای گویا بوده. وزارت تعاون کارگر رفاه اجتماعی به طور کلی من وقتی ارزیابی میکنم بین دستگاه‌های مختلف در طول دو دولت اخیر امتیاز بسیار بالاتری میدم. خب ما منتقد بودیم نسبت به دولت‌های 11 و 12، اما انصافاً این وزارتخانه خوب کار کرده در این سال‌ها. در این تقریباً دو سال و اندی هم که آقای دکتر سالاری به هر حال اینجا خدمت می‌کردن و شرف حضور داشتن، انصافاً حرکت‌های خیلی خوبی انجام شده. خود مسئله هوشمندسازی و دیجیتال و الکترونیک کردن خدمات به فرآیندها اتفاق بسیار بزرگیه که ما به طور کلی در کشورمون باید قبول کنیم که چندین سال عقب هستیم نسبت به آن چیزی که باید باشه. و امیدوارم که بتونم این مسئولیت خطیر رو به سرانجام مقصود برسونم و اون چی که مد نظر ایشون هست و در دولت مردمی دنبال تحقق آرمان‌های اصیل در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی هستیم،
بنده هم به نوبه خودم به این وظیفه خطیر و این مسیر پرفراز و نشیبی که فرارمون هست جامعه عمل بپوشونم و به اون اهداف عالی نظام در این حوزه برسم. همه عزیزان مستحسرم که بحث رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از دغدغه‌های مهم در همه نظامات و حکمرانی و حاکمیت در عرصه‌های مختلف هستش. از این منظر که نظام مقدس جمهوری اسلامی به مسئله به نام عدالت توجه و اصالت ویژه‌ای داده، به نظر میرسه که موضوع تأمین اجتماعی اهمیتش برای این نظام نسبت به سایر نظامات و نسبت به بقیه حاکمیت‌ها، چه حاکمیت‌های شرقی و چه غربی، اسم‌های مختلف ضریب اهمیتش بیشتر باشه و حکمرانی تأمین اجتماعی با این رویکرد دینی که ما دنبال می‌کنیم به نظر من به لحاظ تأمینی و تضمین این حکمرانی یا تضمین عدالت در تأمین اجتماعی از اولویت‌های اساسی و مهم هستش. اون چه که من می‌خوام اینجا به عنوان اصل و اساس و مفهومی که خودم رو، سازمان رو، برنامه‌هام رو با اون مورد ارزیابی قرار بدم و گزارشات خودم رو یا نسبتی که داوری که نسبت به سازمان در آینده تأمین اجتماعی بهش نیاز داریم رو بگم، سه تا مفهومه که بخشش رو از دوستان شنیدیم. یک مفهوم، مفهوم تحوله. مفهوم دوم عدالته. مفهوم سوم اعتماده. من برمیگردم. الان برمیگردم.